از یکم یانواری سال 2024 شروع کرده تعرفه های نیروی برق برای همه گروه استعمال کنندگان از جمله اهالی 16% بالا برده می شوند. در این باره با آژانسی اطلاعاتی آسیا پلوس مشاور دیرکتور جنرالی جسیکا شبکه های تقسیمات برق جامی عمروف خبر داد. طبق تعرفه های نو نرخ 1 کیلووات ساعت برای اهالی به جای 26.51 درم فعلی 30.75 درم می شود. روی خلق جبر می شود. سیتین می شود. کارخانه خیلی خودشکه حل میکرد. اگیش بسیار هنه که از اون جمله همین برای خلق یک جبر است. یاد راست میکنیم که تعرفه های نیروی برق از سال 2016 این جانب به استثنای سال های 2020 و 2021 که بر اثر پاندمیه کرونا ویروس رقم ها تجدید نظر کردن نشده بودن همه سال بالا می رود. اون مونده همین قدر گیس همون هست. آشه بیرون 15 دقیقه راه با اوژه سوید نیست. خودتان یک بفهمی مونده چقدر گیس های. و یه نمیت چد سیت فرزندم های نیورم های دخترم هم دخونوشنده سوید نیست. طبق گزارش آماری وضع اجتماعی و اقتصادی جمهوری تاجیکستان که ماه مارت نشر شده است، معاش میانه نومینالی در تاجیکستان در ماه ینوری سال جاری 1878 سومانی 184 دلار بوده است که نسبت به ماه گذشته 12.3% کمتر می باشد. سطح مزد حقیقی با نظرداشت تورم در ماه ینوری سال 2023 نسبت به ماه دکبر سال 2022 12.7% کاهش یافت، گفته می شود در گزارش. نمیرسه در آخر. معاش نمیرسه، نه تنها دولتی هم کار کنه نمیرسه، در غیر دولتی هم کار کنه. صد افسوس که معاش کم است، نرخ خیلی بالا رفته گیره. یاد راست میکنیم که معاش حداقل در تاجیکستان 600 سومانی 55 دلار بوده، معاش میانه در میان کشورهای آسیا مرکزی در سطح پایین ترین باقی میماند. برای مقایسه مثلا طبق معلومات رسمی در اولی نیمه دوم سال گذشته معاش میانه در قزاقستان 650 دلار، در ترکمنستان 383 دلار، در ازبکستان 335 دلار، قرغیزستان 280 دلار بود. در چنین وضع فلاکت بار اقتصادی ساکنان تاجیکستان مجبورن به طور دست جمعی به مهاجرت مهنتی به روسیه بروند که در آنجا خطرهای زیادی آنها را انتظار است که اخیراً در میان آنها رفتن اجباری به جنگ اوکراین نیز اضافه شده است. Что касается известно ли о принудительной вербовке мигрантов, да, такое было известно. Например, часть иностранных граждан, мигрантов, строителей из Средней Азии привозили в Мариуполь якобы для проведения каких-то строек, жилых домов и так далее, а потом они оказались с автоматами на передовой. Я думаю, что это не единичный случай.